من سالها توی حوزه پرداخت کار کردم و الان خواستم که یه خورده بیشتر در مورد حوزه پرداخت چه انتیتی داره چه بخشایی داره و چه جوری به هم وصل حرف بزنم پس با من باشید من سالهای سال تو این حوزه کار کردم حوزه پرداخت کار کردم و شاید 6 7 سال به صورت مداوم توی این حوزه بودم و توی این ویدیو میخوام اون چیزی که به آدم هایی که تازه می اومدن، پیش ما کار میکردن رو یاد میدادم بهتون یاد بدم احتمالا این ویدیو هم یه ویدیوییه که مثلا سه یا چهار قسمت داره و توی این سه یا چهار قسمت من به صورت خلاصه ای می میگم که توی حوزه پرداخت که الان توی مملکت ما داره اجرا میشه چه چه حدودن تکنولوژی هایی هست چه چیزهایی وجود داره و موجودیتی های این تیکه ها چجوریه این دفعه من توی جای همیشگی نیستم یه جای دیگه هستم و دارم ویدئو زد میکنم و احتمالا کیفیت صدام و صحنه پشت و اینا کمی متفاوته اصخایی میکنم امیدوارم که خودتون به بزرگواری خودتون این رو ندیده بگیرید خب موجودیت هایی که توی چیز داریم موجودیت هایی که توی سیستم پرداخت داریم معمولا سویچ پرداخته یه پوزه و یه چیزی هست به نام کور که اصطلاح سیستم بانک توی سیستم بانکی مطرحه و درگاه غیر حضوری مطرحه اینا رو میریم توضیح میدیم اولین چیزی که باید بگیم اینه که اسم سویچ بانکی یا سویچ پرداخی اسم غلط اندازه برخلاف سویچ های شبکه یا هر چیزی که در مورد سویچینگ مخابرات میدونیم اینا این یه نرم افزاره که دقیقا کارش و کلی کار سویچینگه یه سری کانال ورودی داره یه سری کانال خروجی داره که تراکنش ها رو از کانال ورودیش می‌گیره و به کانال خروجی متناسبش میفرسته و به این عمل عملا عمل سویچینگ در اتفاق میفته اگه خواستید بیشتر تو اینترنت در موردش بخونید با کلیدواژه واژه EFT سویچ الکترونیک دنبالش بگردید و حالا این خودش جزئیات زیادی داره حالا اگه شد یه ویدیو کامل تر در موردش ضبط میکنیم پوز عملا سخت افزار امنمونه که مهمترین ویژگی که داره اینه که به صورت سخت افزاری و امن رمزنگاری رو پشتیبانی میکنه یعنی ما همه هدفمون تو این سیستم ها اینه که از اطلاعات صاحب حساب محافظت کنیم و تا وقتی که یه جایی نداشته باشیم که بتونیم به صورت امنی مطمئن بشیم که اطلاعات مثلا کلیدای رمزنگاری و سایر چیزا اونجا ذخیره شده هیچ کدوم از اینا چیز نیست همین زنجیره رو هواست و پس یه سخت افزار امنه حالا امنیتش در چند لول که خودش توضیحات زیادی داره و تراکنش توش به اصطلاح تراکنش حضوری یا کارت پرزنت فیزیک کارت توی انجام تراکنش حاضره و خب فقط شماره کارت نیست اون اطلاعاتی که روی کارت نوشته شده داره خونده میشه و معمولا با رمز اولم داره کار میکنه یعنی اینجوری نیست که بدون رمز اول کار کنه ما یه کوری داریم که کور مخفف یه چیزیه که من اصلا سنترالایزد آنلاین نمیدونم چی چی که یه حسابداری متمرکز بانکیه برخلاف بانکداری سنتی این یه سیستم یک پارچه آنلاینه یعنی یه اتفاقی توی شعبه بیفته همون لحظه توی شعبه دیگه قابل رویته و به همین خاطر یه سیستمیه که در نهایت همه این حوزه بانکی تش به اینجا بس میشن و ما داریم با کور بانک های مختلف حرف میزنیم و درگاه هم عملا دو عاملی داریم و چهار که دو عاملی منظور اون از دو عامل کارت و رمز دومه و چهار عاملی منظورمون کارت و رمز دوم و سی وی وی تو و تاریخ انگزاد. اگه بخوایم مثال دو عاملی و چهار رو بزنیم تو دو عاملی یو اس اگه خرید کرده باشید یا این پرداخت تلفنی قبض و اینا رو دیده باشید اینا معمولا دو عاملی هن. و چهار هم که این آی پی جیه که میزنیم که همه اطلاعات کارتمون رو وارد میکنیم حالا به عنوان حسن ختام این ارا همون این یه روند انجام تراکنش رو میگیم و دیگه میریم بقیه جزئیات رو برای جای دیگه اولا این که بهتون بگم پوز پی اس پی شاپرک شتاب و بانک صادر کننده همه اینا سویچن ما دو نوع سویچ داریم سویچ پذیرندگی و سویچ صادرکنندگی کنندگی سویچ صادر کننده که میشه مال بانک صادر کننده به سیستم کور وصله و سویچ پذیرنده اونجاییه که تراکنش ازش شروع میشه ما رو پوزی درخواست خرید میزنیم اون درخواست میاد پی اس پی یه سری چک روش انجام میشه که ولیدیت همه اطلاعات درسته اینا میره سمت شاپرک شاپرک دوباره همین چکار رو سمت خودش انجام میده شاپرک میدتش به شتاب شتاب میدتش به بانک صادر کننده و نتیجه موفق بودن بانک صادر کننده چک میکنه که موجودی داره موجودی نداره رمز درسته رمز درست نیست همه این خطاها و این رو بر میگردونه تا پوز ولی اینجا پول فقط کم شده ولی واریز نشده چرا؟ چون ممکنه که هر اتفاقی بیفته این وسط همه این ارتباط ها قطع بشه پس مسئول این که بگه آقا من گرفتم رسید دادم همه کاری مطمئن انجام شد شروع کننده تراکنشه که تو اینجا پوزه پس پوز میگه آقا درخواست واریز بر من بزن یا اگه مثلا ارتباطش قطع شده باشه خطا داده باشه میگه آقا درخواست برگشت برام بزن پس واریز میگه درخواست واریز همین جوری همین هیتراتی میکنه تا اون ته و برمیگرده دیگه اینجا که این اتفاق که میفته قطعا مطمئنیم که پول واریز میشه به حساب پذیرنده که اون کسیه که صاحب اون مغازه که ما داریم توش کارت میکشیم و این ماجرا این،, این چرخه همیشه برای هر تراکنش اتفاق میفته حالا استثنا داریم تراکنشی داریم که درخواست واریز درخواست برگشت نداره مثلا ولی در مجموع کلیت ماجرا همینه خیلی ممنون که گوش دادید این دفعه میخواستم باز در مورد اون سیستم عامل حرف بزنم اما نشد که حرف بزنم چون اسلایدش طول کشید آماده بشه و منم توی این سفری که هستم خیلی سخته دارم این کارو بکنم احتمالا اینو گفتم که نسبت به تجربه‌ام راحت‌تر بتونم بگم حتما عضو شید اگه خوشتون اومده به دوستای دیگه‌تونم بگید و حتما یادتون نره که به من فیدبک بدید فیدبک شما برای من است خیلی ممنون که گوش دادید خدا نگهدار